شما یک روزنامه‌نگار هستید و در هنگام جستجو کردن در مورد سابقه یک سیاستمدار به ده‌ها صفحه وب برمی‌خورید که از دست داشتن او در یک پرونده فساد مالی خبر می‌دهند. نادرست‌ترین، ببینید درست‌ترین نه، نادرست‌ترین شیوه برخورد شما با این اتهامات چه می‌تواند باشد؟ داریم در مورد یکی سرچ می‌کنیم، می‌بینیم که صفحات زیادی 20 صفحه 30 صفحه وب می‌بینیم که تو اونها ذکر شده که این آدم متهم یا دست داشته در یک فساد مالی. در مورد سیاستمدار، در مورد شخصیت معروف، هر کی داریم سرچ رو می‌کنیم. نادرست‌ترین شیوه‌ای که می‌تونیم برخورد کنیم با این خبر چیه؟ یکی این که اگر هیچ کدام از صفحات وبی که این اتهام را منتشر کردن جز منابع رسانه معتبر تلقی نمی‌شوند، اتهامات مطرح شده علیه این سیاستمدار را در گزارش خود به کلی نایده می‌گیریم و هیچ اشاره‌ای به آن نمی‌کنیم. اگر هیچ کدام از این منابع معتبر نیستند، خب شما می‌تونید با این موافق باشید یا مخالف باشید، ولی احتمالاً نکات قابل دفاع توی این داستان وجود داره. اگه شما میرید 40 صفحه وب وجود داره، ولی هیچ کدوم از اینا منبع معتبری نیستن، همشون منابع مثلا وبلاگی هستن، اصلا ممکنه همشون به همدیگه ریفرنس دادن، ممکنه منبع یه نفره، یه کسی یه اتهام رو مطرح کرده، بقیه به همه دارن به اون رجوع میکنن و اون رو بازنشر میکنن. مهم نیست اینا 40 تا باشن یا 50 تا باشن، 100 تا هم باشن، تا وقتی که هیچ منبع معتبری این رو نگفته، ما این خبر رو بهش اطلاع نمیکنیم. پس این درسته. به اگر این اتهام توسط مرجع رسمی تایید نشده باشد، از ذکر آن در گزارش خودداری میکنید. این ممکنه که در بعضی از موارد درست باشه، در بعضی از موارد درست نباشه. ممکنه که شما مراجع رسمیتون اساسا قبول ندارید، مراجع رسمی دروغ میگن. در نتیجه در بعضی از موارد این گزینه غلطه. مراجع رسمی ممکنه تایید نکرده باشن، ولی خب به این خاطر که پاشون گیره. اما آیا این گزینه همیشه غلطه؟ نه. واقعا در خیلی از کشورها شما اگر که یک اتهامی مطرح میشه مراجع رسمی تاییدش نکردن، شما نمیتونید اینو ذکرش بکنید مگر اینکه اطلاعات جدیدتری به دست بیارید. در نتیجه این گزینه، چون ما داریم دنبال غلط‌ترین گزینه میگردیم دیگه، گزینه‌ایه که لزوماً درست نیست، ولی لزوماً هم غلط نیست. بعضی از موارد ممکنه درست باشه، بعضی از موارد ممکنه غلط باشه. گزینه بعدی، اگر این اتهام توسط مرجع رسمی تایید نشده باشد، در گزارش خود ذکر می‌کنید که او به فساد مالی متهم است، اما این اتهام توسط مرجع رسمی تایید نشده است. این گزینه هم شما میتونید استدلالی در مقابلش بیارید، میتونید در موافقت باش بیارید، میتونید در مخالفت باش بیارید. ممکنه که شما اتهام توسط مرجع رسمی تایید نشده، ذکر می‌کنید که این آدم متهم به این شده، مرجع رسمی هم تایید نکردن. درسته. در خیلی از موارد این جواب میده. البته وقتی شما خودتون ممکنه برید مدارک بیشتری به دست بیارید و اتهام اثبات بشه، این رو ذکر کنید، اون بحث دیگریه. ولی این که حداقل در خیلی از کشورها این کارو بکنید قابل فهمه. در خیلی از کشورهای غربی اگه این کارو بکنید قابل فهمه. اگرچه در مورد بعضی از اتهامات مثلا تو کشورهای غربی هم ممکنه که بگن نفس این که شما دارید اون اتهام رو ذکر می‌کنید، اگر اتهام سنگینی مخصوصا باشه، خود همین میتونه اذهان رو و شیوهی که شما بیان کردید به این سمت ببره که احتمالاً خیلی‌ها فکر کنن اون کارو کرده. اینا ممکنه با جمله بندی شما فرق بکنه، ولی به هر حال باز از گزینه‌هایی که موافق و مخالف ممکنه داشته باشه و در شرایط مختلف، لزوماً غلط‌ترین گزینه در بین مجموعه گزینه‌هایی که ما داریم تو این بحث نیست. گزینه بعدی اینه که با این سیاستمدار تماس می‌گیرید، نظرش رو می‌پرسید، بعد نظر رو در مورد اتهامات و خود این اتهامات در کنار هم منتشر می‌کنید. در بعضی از موارد این کار درسته، در بعضی از موارد هم می‌تونه درست نباشه. مثلا شما فرض کنید که شما ممکنه در یک کشور یک سیاستمدار متهم شده به اینکه آزار جنسی کودکان رو انجام داده. کجا متهم شده؟ توی یک وبسایتی. شما بهش بگید که این اتهام رو یه وبسایتی که وبسایت معتبری هم نیست علیه شما مطرح که نظرت چیه، اونم بگید دروغه، بعد این دو تا رو کنار هم بذارید. ممکنه در خیلی از کشورها این رو در واقع تلقی بکنن که شما به هر حال به مخاطبتون دارید الغا میکنید که ممکنه اون کارو کرده باشه و این کافی نیست. اما باز هم گزینه نیست که بگیم 100% غلطه، چون ما میدونید که از بین این گزینه‌های این سوال می‌خوام غلط‌ترین رو انتخاب بکنیم. و گزینه بعدی اینه که اگر تعداد صفحات وبی که این اتهام رو ذکر کردن خیلی زیاده است، مثلا بیش از 40 صفحه، نتیجه می‌گیرید منطقی نیست این تعداد منبع همگی با هم دروغ بگویند یا اشتباه کنند. در نتیجه در مطالبتان حداقل اشاره‌ای به متهم بودن این سیاستمدار فساد مالی می‌کنید. این غلط‌ترین شیوه استدلاله. یعنی ما اگر در مورد یک چیزی 40 تا صفحه رو می‌بینیم که یه اتهامی رو ذکر کردن، ممکنه هر 40 تاشون به یکی رجوع کردن و یکی دروغ گفته. شما در مورد یک هنرپیشه
میبینید که در واقع یک نفر اتهام دروغی رو ذکر کرده در یک منبع غیر معتبر، در یک روزنامه زرد، در یک وبسایت بی‌نام و نشان، و چون جذاب بوده، چون که مثلا مربوط می‌شده به مسائل خیلی خاصی که مورد علاقه اقشاری از جامعه هستش، 39 تا منبع، 40 تا منبع، 50 تا منبع اومدن اون رو بازگو کردن. این خیلی از اتهامای اخلاقی که مثلا بعضی از حکومت‌ها در منابع خودشون به بعضی از منتقدانشون میزنن. اگه تو 40 تا سایت از اون نوع هم ذکر شده باشه، معنیش نمیشه که بگیم خب تعدادش رو 40 تا، پس لابد یه چیزی هست. بین این گزینه‌ها این غلط‌ترین چیزی هستش که ما میتونیم انتخاب کنیم. خیلی ممنونم از شیوه استدلال شما، چون اساساً این سوال هم قراره که ما سرش استدلالای مختلف بکنیم و چه بسا آخرش به این نتیجه برسیم که یه چیزی که به نظر درست میاد اون قدم که به نظر میاد درست نیست یا بالعکس. ببینید مثلا در مورد کشور ایران ممکنه که این رویکرد غلط باشه، اما ما صحبت از مراجع رسمی میکنیم. مراجع رسمی مثلا فرض کنید در کشور فرانسه در مورد یک اتهام قضایی میتونه چی باشه؟ دستگاه قضایی. شما در شرایطی که در واقع دستگاه قضایی یک اتهام رو تایید نمیکنه، شما اگر ذکر بکنید، البته ممکنه که لزوماً معنیش نباشه که اگر اشاره بکنید به اون اتهام، ممکنه لزوماً معنیش نباشه که شما رو بکشن دادگاه، ولی این کار دفاعی قابل دفاعی نخواهد بود، چون فرض بر این نیست که مثلا دستگاه قضایی در فرانسه، البته اون دستگاه قضایی قطعا منتقد داره ها، ولی فرض عمومی در کشور فرانسه این نیست که دستگاه قضایی داره به شما دروغ میگه. بنابراین وقتی دستگاه قضایی یه چیزی رو تایید نمیکنه، شما نمیتونید بگید که اون تایید نمیکنه ولی من دارم میگم که این اتهام وجود داره. دستگاه قضایی میگه که ما تایید نمیکنیم که اون مثلا در عملیات تروریستی دخالت داشته، شما میگید من میگم دخالت داشته، فارغ از اینکه دستگاه قضایی بگی یا نگه. ببینید منطقه خاکستریه ها، یعنی داشته باشید سیاه یا سفید نیست. در بعضی از کشورها در بعضی از شرایط این گزینه غلط‌ترین گزینه است، ولی در بعضی از شرایط نیست، مثلا مثل این نمونه که مثال زدم. بنابراین اگه قرار باشه بین این گزینه ها یکی رو به عنوان غلط‌ترین گزینه انتخاب کنیم، احتمالاً اون ب نیست، با توجه به مواردی که موارد نقضش وجود داره. اشاره درستی هم که کردید به اینکه الف و س، یعنی گزینه اول و گزینه آخر، شبیه هستن، درسته، خیلی شبیه هستن، با این تفاوت که در گزینه الف محور توجه شما روی معتبر بودن رسانه‌ای که اتهام منتشر کرده، یعنی میخواید تصمیم بگیرید که این اتهام تا چه حد ممکنه درست باشه، ممکنه درست باشه. البته هیچ کدوم از اینا نافی مسئولیت حرفه‌ای شما نیست، شما باید تحقیق خودتون رو بکنید، ولی به هر حال در نگاه اول اینی که میخواید ببینید که احتمال درست بودن این خبر چقدر هست. اگر که موضوع اصلی که دارید بررسی میکنید اینه که، یا یکی از موضوع اصلی که دارید بررسی میکنید این باشه که رسانه‌ای که این اتهام رو بیان کرده چقدر معتبره، این یه روی کرده. یه روی کرده اینه که ببینید تعداد رسانه ها چقدره، اون یه روی کرده دیگه است. طبیعتاً این که تعداد براتون مهمتر باشه غلط‌ترین گزینه است. اونجا که در مورد اعتبار رسانه‌ای که اتهام منتشر کرده چون و چرا بکنید، چون و چرای درستیه،
بالاخره اعتبار رسانه ها چیزی که اهمیت دارن، ولی اینکه ما دوچار این محاسبه بشیم که بگیم آقا تعداد اگر از حد بیشتر بشه پس حتما یه چیزی هست، با فرض اینکه همه اونا ممکنه به یه رسانه دروغ پرداز رجوع کرده باشن، اتفاقی که مثلا در کشور ما میفته، بعضی از اتهامات رو یه دفعه میبینید تو سرچ توی 20 تا منبع میاد، طبیعتا این رویکرد میتونه غلط باشه. ببینید این نکته که اشاره کردید دقیقا نکته خبر دیگه، به درستی میگید که در زمان مثلا آقای احمدی نژاد یه اتهام رو یا یه خبر دروغ رو 400 تا منبع میزدن. خب این که نمیتونه باشه، ما هم دقیقا داریم همین رو میگیم، میگیم غلطترین شیوه، چون توی این سوال قرار نیست که گزینه درست رو انتخاب کنیم دیگه، قراره که غلطترین شیوه رو انتخاب کنیم. غلطترین شیوه اینه که به درستی همونطور که شما ذکر کردید اگر یه چیزی رو 400 تا منبع میزنن ما بگیم درست باشه، به این خاطر که اون 400 تا منبع ممکنه شبیه همین داستانی باشه که شما ذکر کردید، یه اتهامی رو علیه یک نفر مخالف حکومت در 400 تا منبع حکومتی ذکر میکردن، 400 تا بشه 4000 تا، بازم اعتبار نداره. درسته، دقیقا همینه، و فقط عنایت داشته باشید که توی این مجموعه سوالات شما قرار بوده غلط‌ترین گزینه رو استفاده کنید که به درستی دارید میگه غلط‌ترین آخریه، منم با این موافقم. و اشاره هم که میکنید به این که به هر حال توی بعضی از اینا تو خارج از ایران ممکنه که درست باشه تو ایران نباشه، آره به هر حال سوال مربوط به ایران نیست دیگه، یعنی اگر قرار بود سوال مربوط به ایران باشه ذکر میشد اگر در ایران این اتفاق بیفته. این سوال یه سوالیه که در واقع داره در یه فضای کلی گفته میشه که کلن اگر این روزنامه‌نگار در ایران، در فرانسه، در کنیا، در مالزی با این سناریوها مواجه بشه چیکار باید بکنه، و به همین خاطر هست که مثلا گزینه‌ای مثل این که، یعنی ملاحظه‌ای مثل این که مراجع رسمی یک اتهام رو تایید بکنن یا نکنن در مورد این خبر معنی پیدا میکنه. چون مثلا اگر قرار بود فقط در مورد فرض کنید که کشورهایی باشه با حکومت غیر شفاف، طبیعتا مراجع رسمی اونجا هیچ رو تایید نمیکنن، این اصلا این گزینه بی‌معنی بود. ولی شما در واقع سیستم های دیگری هم دارید که در اون حداقل بخشایی از حکومت مثل قوه قضاییه معتبر تلقی میشن و احکام اونها رو وقتی که صادر میشن یا اینکه اظهار نظر رسمی اونها رو وقتی که بیان میشه به سادگی نمیشه زیر سوال برد. دستگاه پلیس یک کشور معادل 1.5 میلیارد دلار کسری بودجه سالانه دارد. این خبر را چگونه تحلیل می‌کنید؟ الف، همواره نشان دهنده وضعیت مالی بد پلیس است. نه لزوما، به این خاطر که ممکنه که در واقع مثلا در اون کشور، حالا مثالایی که ما زدیم در طول دوره دیگه، مثال سیستم بهداشتی بریتانیا، ممکنه که 1.5 میلیارد دلار کسری بودجه معنیش مثلا باشه 1% کسری بودجه، اونم در کشوری که به طور متوسط مثلا 3-4% کسری بودجه دستگاه دارن. خب اگر سیستم پلیس یه همچین کشوری که 3-4% به طور متوسط کسری بودجه دارن دستگاه 1% کسری بودجه داشته باشه، یعنی اینکه عملکرد مالیش بهتر از بقیه. پس بنابراین این گزینه که همواره نشان دهنده وضعیت مالی بد دستگاه پلیس است، توجه داشته باشید وضعیت مالی ها، عملکرد و نحوه رعایت حقوق بشر اینا رو نمیگید، عملکرد مالی. این که 1.5 میلیارد کسری بودجه همواره معنیش عملکرد مالی بده اصلا گزینه درستی نیست. پس گزینه الف مردوده. یه گزینه دیگه،
خوب یا بد بودن این خبر در درجه اول بستگی به جمعیت کشور دارد. خب از یه زاویه ممکنه درست به نظر بیاد، 1.5 میلیارد دلار کسری بودجه، ما داریم در کشوری با حجم بودجه بالا صحبت میکنیم یا پایین صحبت میکنیم، نمونه که بهش اشاره کردیم، ولی حجم بودجه بالا یا پایین نه جمعیت. شما ممکنه کشوری داشته باشید با جمعیت زیاد مثل اندونزی، مثل بنگلادش، مثلا هند، که این درست جمعیتش زیاده ولی معنیش نیست که بودجه پلیسش هم جز بالاترین بودجه های پلیس دنیا باشه. ممکنه که بودجه پلیس کشوری مثل بنگلادش پایین‌تر از یک کشور کوچک اروپایی باشه. بنابراین جمعیت کشور در قضاوت راجع به اینکه 1.5 میلیارد کسر بودجه یعنی چی، یعنی کم یعنی زیاد، هیچ نقش تعیین کننده ای نمیتونه داشته باشه. گزینه بعدی بستگی دارد آن کشور چه حکومتی دارد. اگر حکومت آن دموکراتیک باشد این کسر بودجه خبر بدی است، در غیر این صورت خبر بدی نیست. این گزینه یه نمونه ای از مواردی که ما به صورت مقشوش سیاست رو قاطی عدد میکنیم. یعنی ممکنه که یک کشور دموکراتیکی نباشه، ولی وقتی که پلیس کسر بودجه داشته باشه معنیش اینه که، و خیلی کسر بودجه داشته باشه معنیش اینه که شما اگر یکی داره میکشه شما رو و شکایت میخواید و میخواید به پلیس خبر بدید، دیرتر پلیس به سر صحنه میرسه. ممکنه کشور دموکراتیکی باشه، اما این میزان کسری بودجه با توجه به مثالی که قبلا زدیم که ممکنه در کل بودجه پلیس قابل اعتنا نباشه، خبر بدی نباشه. پس اصولا این قضیه اگرچه میشه فرض کرد که شاید یه کسایی بگن که آقا معمولا در یک کشوری که شفافیت مالی نیست معنی کسری بودجه متفاوته با کشوری که شفافیت مالی است، در یه حدی میشه این استدلال راجع به این داستان قابل فهم دونستا، ولی اینکه بگیم بستگی به این دارد حکم بدیم که این کشور دموکراتیک باشه یا نباشه، اگه کشور دموکراتیک باشه کسری بودجش بده، نباشه کسری بودجش بد نیست، این به نظر میاد که خلط مبحث شدیدیه. گزینه بعدی اینه که بستگی دارد که در آن کشور کارگاه خصوصی چه سهمی در تامین امنیت دارند. خب کارگاه خصوصی ممکنه که سهمشون کم باشه یا زیاد باشه، ولی به هر ترتیب حتی در کشوری که کارگاه خصوصی سهمشون در تامین امنیت زیاده، اگر که کسر بودجه 1.5 میلیاردی به معنی این باشه که مثلا 20% بودجه پلیس کم شده، قطعا یک فاجعه امنیتی به لحاظ امنیتی که شهروندان از پلیس انتظار دارن به وقوع خواهد پیوست، چون ظاهرا جواب این کسری بودجه که مثلا باعث بشه که 1/4 پاسگاه پلیس تعطیل بشن در کشور این نیست که خب برید کارگاه خصوصی بگیرید، همه مردم این پولو ندارن و قراره که وقتی مالیات میدن پلیس امنیتشون رو تامین بکنه. پس این گزینه هم گزینه خیلی مربوطی نیست. گزینه درست گزینه ب، در شرایطی ممکن است نشان دهنده وضعیت مالی خوب دستگاه پلیس باشد. خیلی در ظاهر عصبی میکنه آدمو، چه ربطی داره، ولی واقعیتش اینه که خطاهای این گزینه نسبت به گزینه‌های بعدی و قبلی کمتره. در شرایطی 1.5 میلیارد دلار کسری بودجه ممکن نشون دهنده وضعیت مالی خوب دستگاه پلیس باشه، ممکنه. عملکردش رو نمیگیم ما، کار حقوق بشریش رو نمیگیم ما، میزان وضع مسئولیت شناسیش رو نمیگیم، عملکرد مالی. عملکرد مالی پلیس کشوری هم مثالی که زدیم، اگر 1.5 میلیارد دلار کسری بودجه معنیش باشه که 1% کسری بودجه هست، اونم در کشوری که دستگاه به طور متوسط 3-4% کسری بودجه دارن، ممکنه 1.5 میلیارد کسری بودجه یعنی 1% کسری بودجه نشون دهنده وضعیت مالی خوب دستگاه پلیس باشه. قرار بوده در شرایط طبیعی 3-4% داشته باشه، نداره، 1% داره. پس این گزینه اگرچه گزینه غلط اندازی هست ولی به نظر میاد که درست تر از گزینه های دیگه است.